شهبانو فرح پهلوی در پیامی کتبی و صوتی که نسخه از آن در اختیار صدای آمریکا قرار گرفت، در 40 سالروز درگذشت محمد رضا شاه پهلوی با اشاره به وضعیت کنونی ایران میگوید: نیستید تا ببینید که تنها رژیم به ظاهر مذهبی به ادعای خودشان برای ایران و ایرانی چه به ارمغان آورده است. فسادی بیمانند، سیاستهایی که نتیجه آن تحریم، بیکاری، فقر و گرسنگی است. در بخش دیگری از این پیام با اشاره به موج سرکوب جمهوری اسلامی و اعتراضات مردمی آمده است که هر گونه اعتراضی از جانب ملت ایران حتی برای گرفتن حقوق پسافتاده خود با گلوله و قتل در ملأ عام و شلاق و شکنجه و اعدام در زندانها روبرو می شود. در پایان شهبانو فرح پهلوی با اشاره به ایستادگی و مقاومت ملت ایران و به ویژه نسل جوان می افزاید: آرزو دارم که روزی نچندان دور شما همه فرزندان عزیز ایران در ایرانی آزاد و در شادی به دور هم جمع شوید و آنگاه فرد فرد شما در عمق وجود خود لبخند رضایت محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه فقیه ایران را احساس کنید. متن کامل این پیام را در ادامه مرور می‌کنیم. شهبانو نوشت: شاهنشاها، 40 سال است که در کنار رود نیل چشم از جهان بستید و من و فرزندان خود و بسیاری از ایرانیان را در ماتمی بالای تصور فرو بردید. با نهایت تأسف امسال بیماری جانکاهی که جهان را فرا گرفته باعث مرگ بسیاری از هم‌میهنان شده است. اختلال در مسافرت‌ها دوستداران شما را که در این روز در کنار مزار شما برای ادای احترام به پادشاه خدمتگزار خود می‌آمدند از سفر به قاهره محروم کرده است. نیستید تا ببینید که در این 40 سال در نتیجه سوء رفتارها، ندانم کاریها و فسادها ایران شما، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، امروز تبدیل به کشوری با اکثریت مردمی فقیر، محتاج و گرسنه شده است. نیستید تا ببینید که تنها رژیم به ظاهر مذهبی به ادعای خودشان برای ایران و ایرانی چه به ارمغان آورده است. فسادی بیمانند، سیاستهایی که نتیجه آن تحریم، بیکاری، فقر و گرسنگی است. تا آنجا که کارگر ایرانی که در آن روز مغرور و مرفه بود امروز از سحر تا شام کار می کند و تازه باز هم سفرهش خالی و سرفکنده نزد خانوادهش خودش را حلق‌آویز می کند. این همان کارگری است یا فرزند همان کارگری است که در زمان شما سهیم در سود صنایع و کارخانه هایی بود که با ظرفیت کامل کار می کردند؟ و این ایرانی به سطوح آمده ای امروز همان ایرانی است که در طول 53 سال دوران دو پادشاه بزرگ پهلوی کشوری از همپاشیده را به اعتبار و پیشرفتی رساندند که مورد ستایش جهانیان بود. در جهش ملی آن روزها متخصصین، پزشکان، پرستاران و کارگران ممالک دیگر متقاضی کار در ایران بودند و در ایران کار می کردند. آن ایران پیشرو و پرتکاپو، ایرانی پر احترام برای جهانیان بود. بزرگداشت کوروش کبیر پایه‌گذار حقوق بشر در جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران نیز بر این آوازه افزود: نتیجه زحمات شبانه روزی شما پادشاه ایران ایجاد احترام برای ایرانی و ایجاد اعتماد به ایران بود، چنان که برای هم‌میهنان ما سفر به بسیاری از کشورهای جهان بدون احتیاج به روادید میسر بود. همان به که امروز نیستید که ببینید فرزندان ایران برای به دست آوردن اجازه ورود به کشورهای دیگر با چه رنجهایی دست به گریبانند. اقتصاد ورشکسته و سقوط سهمگین ارزش پول ملی باعث آن شده که بنادر خلیج فارس و دریای مازندران را با قراردادهای دراز مدت به این و آن واگذار می کنند و حتی خاک ایران را می فروشند. امروز بچه ها و جوانان ایران که در دوران شما از آموزش و تغذیه رایگان در دبستان ها و آموزش رایگان در دبیرستان ها و مدارس عالی و دانشگاه ها و 10,000 بورسیه در داخل و خارج کشور بهره مند بودند، امروز بسیاری از کودکان از اسرت در کوچه و خیابان ها به گدایی می پردازند.
محیط زیست که مورد توجه ویژه شما بود به گونه‌ای باورناپذیر و تأسف‌بار به خرابی گراییده. در اثر بی‌توجهی و سوء مدیریت، وضعیت آب‌های زیرزمینی، رودها و تالاب‌ها اسفناک و زبانزد خاص و عام شده است. تقلیل سطح مراتع و جنگل‌ها چشمگیر و آلودگی هوا در شهرها موجب بروز بیماری‌های مزمن در میان شهروندان شده. ایرانی را نگران آینده خود و فرزندانشان کرده است. اما هر گونه اعتراضی از جانب ملت ایران حتی برای گرفتن حقوق پسافتاده خود با گلوله و قتل در ملأ عام و شلاق و شکنجه و اعدام در زندان‌ها روبرو می‌شود. اما ایرانی بیدار است. در صف اول مبارزین این راه آزادی، این جامعه سرخورده ولی بیدار جوانان و به خصوص دختران ایران هستند که تا 40 سال پیش با سربلندی دوش به دوش دیگران در تمام عرصه‌ها در سازندگی و پیشرفت کشور شرکت داشتند، امروز آینده ایرانند. پادشاها نیستید که ببینید که همین جوانان، همین فرزندان ایران چگونه فریاد خشمشان را به گوش جهانیان میرسانند و در مقابل افرادی با نهایت تأسف باز هم ایرانی که به آنان حمله میکنند یا آنان را به قتل میرسانند یا مضروب میکنند چگونه ایستادگی میکنند. جوانان ایران که وظیفه عظیم نجات میهن و بازسازی کشور به عهده و دوش آنهاست، دوران طلایی و پادشاه دلسوز خود را ندیدند، ولی چنان با اطلاعند که میدانند پادشاه ایران تمام زندگیش را و حتی جانش را برای ایران و بزرگی آن گذاشت و هر بار بتوانند با قبول خطرات حتی برای زندگیشان فریاد در قدردانی از پادشاهان ایران ساز پهلوی بلند می کنند. تاریخ چند هزار ساله کهن دیار ما پستی ها و بلندی های بسیار دیده و به گواه همین تاریخ هر بار که کشور ما در لب پرتگاه و خطر نابودی قرار می گیرد، فرزندان این سرزمین به پا می خیزند و ایران عزیز خود را نجات می دهند. پادشاها، با وجود زحمات شبانه روزیتان در طول 37 سال پادشاهی، میهن خود را که همواره به آن عشق می‌ورزیدید برای پیشگیری از کشتار مردمان و تجزیه ایران را ترک کردید و ادامه کارتان را به فرزند بزرگمان واگذار نمودید. او از آن روز تا به امروز وظیفه اصلی زندگیش را در این کار بزرگ ولی حیاتی بدون هیچ چشم داشتی گذاشته و با اعتقادی کامل و سعی و تاکید بر آنکه تغییر و تحول ملی که اجباراً اتفاق خواهد افتاد باید بدون دخالت بیگانگان و فقط به دست ایرانی انجام گیرد و تا روزی که ملت ایران بتواند در محیطی آزاد و آزادانه برای آینده خودش راه را تعیین و رأی بدهد از پای نخواهد نشست. من به داشتن چنین فرزندی افتخار می کنم. آرزو دارم که روزی نه چندان دور شما همه فرزندان عزیز ایران در ایرانی آزاد و در شادی به دور هم جمع شوید و آنگاه فرد فرد شما در عمق وجود خود لبخند رضایت محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه فقید ایران را احساس کنید.